سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم راجع به هزینه یه ماه زندگی کردن تو آلمان صحبت کنیم. همونجوری که میدونیم من اینجا دانشجوام و متأهل، یعنی قرار راجع به زندگی دانشجویی صحبت کنیم و یه هزینه برای دو نفر، یعنی هزینه برای زندگی یه نفره نیستش. حالا میتونیم اون هم با همدیگه حساب کنیم چون خیلی فرقی با همدیگه نمیکنن. بعضی جای تقسیم بر دو یا حالا با یه تناسبی اینا میتونن نسبت به همدیگه باشن. بریم که ببینیم ریز خرجمون توی یه سال گذشته حدوداً چقدر بوده و اگه میخوایم بیاین اینجا، حالا چه به عنوان دانشجو چه به عنوان حالا مهاجرت کنید به آلمان، یه پیش زمینه داشته باشید که چقدر اینجا زندگی هزینه داره. بریم که این ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. اول از همه باید بهتون بگم که این هزینه ای که میخوام صحبت کنم و این چیزایی که میخوام بگم مربوط به زندگی شخصی منه، یعنی توی یک سال گذشته. شاید برای بعضی بیشتر باشه، برای بعضی کمتر باشه. توی ویدیو قبلی بعضیا بهم گفتن که یه ذره برو تحقیق بکن، اطلاعات دقیق تری بده و صرفا از تجربیات شخصی خودت نگو. راجب کار و حقوق و اینه که صحبت میکردم، بعضیا اینجوری بهم گفتن. چیزی که بگم اینه که توی این کار من قرار راجب چیزهایی که بر من گذشته و تجربیات شخصیم صحبت کنم، وگرنه اگه بخوام راجب آلمان اطلاعات بدم، اگه بخوام نحوه زندگی تو آلمان و خرج و هزینه و اینا رو بخوام راجعش صحبت کنم، کلی آدم هستش که هم ازم با تجربه ترن، هم ویدیوهای بهتری میسازن، هم شاید خیلیاتون دارین دنبالشون میکنین. برای همین خب اونا دارن این کارو میکنن، من قرار راجع به زندگی و تجربیات شخصیم صحبت کنم که شاید بتونه بهتون کمک کنه که دیدگاه‌های مختلف و طرز فکرهای مختلف راجع به آلمان و مهاجرت و اینجور چیزا بشنوین که شاید بهتون کمک کنه. از اونجایی که شاید بتونه حد زد اصل هزینه ها چند بخش کلی داره، توی آلمان مهمترین و بزرگترین هزینه شما حداقل وقتی که دانشجویید بحث اجاره خونه است و بحث اجاره خونه خیلی بستگی داره که چه مدل خونه ای میگیرین. اگه یه نفر هستین تو شهر ما از 250 یورو بچه ها اینجا خوابگاه تور گرفتن به بالا، 250 یورو یا معمولا خوابگاهیه که یه ربطی یا به دانشگاه داره یا تحت نظر کلیساست و خلاصه داره ساپورت میشه، وگرنه اگه بخواین یه خوابگاه آزاد بگیرین یعنی یه اتاق اجاره کنین حدودا 350 یوروه. 350 یورو که حالا مثلا سرویس بهداشتی شاید شیر باشه یا آشپزخونه کوچیک شاید داشته باشه، شاید اونم شیر باشه، یه همچین رنجیه تو این شهری که ما داریم زندگی میکنیم. یه مقدار شهر گرونی حساب میشه، جای دیگه آلمان قطعا ارزونتر از اینم میشه پیدا کرد. اما راجع به خونه خودمون، اجاره‌ای که ما داریم برای خونهمون میدیم 750 یوروه. 690 یورو اجاره خونه است، 40 یورو قرارداد برق داریم، یعنی برقش جدا داره حساب میشه که میشه 730 یورو. برای اینترنت هم که سیم کارت خریدیم، یعنی خونه اینترنت روش نبود، سیم کارت خریدیم و ماهانه 20 یورو هم برای اون داریم میدیم. برای من این 750 یورو میشه گفتش که هزینه خونه و همراه اینترنت یا همون سیم کارتش داره میشه. البته ما دو تا سیم کارت خریدیم که اگه بخوایم سیم کارت هم با خونه جمع بکنیم هزینه خونه و سیم کارت هم میشه 770 یورو. این هزینه ایه که داریم برای اجاره خونه پرداخت میکنیم، همه چیز با هم دیگه، یعنی اجاره گرم 770 یورو. همونجوری که میبینید تقریبا خونه ایه که متأهلی ما گرفتیم تقریبا دو برابر کسیه که داره خونه حالا مجردی میگیره، شاید حتی بیشتر از اون، یعنی شاید میگم بشه با 300 تا هم اینجا خونه پیدا کرد که دوباره فرن 600 تا ولی ما 750 تا داریم میگیریم. برابر این خونه برای ما حداقل خیلی فرق نکرد. یه چیزی هم بگم، خونه برای حالا دو نفر پیدا کردن و یا کلا متأهلی پیدا کردن خیلی سخت تر از خونه برای یک نفر پیدا کردنه، چون حالا به صورت قانونی ما باید اینجا یه خونه حداقل 24 متری میگرفتیم که اصلا تو اون رنج صاحب خونه ها به دو نفر نمیدادن و الان خونه ای که ما گرفتیم تقریبا 40 متره. برای همین یه مقدار هم سخت‌تر پیدا میشه، هم گرون‌تره. این چیزیه که باید بهش اشاره کنم. اگه مجرد بشی شاید بتونی خیلی جای ارزون‌تری هم پیدا بکنی. برای متأهلی تو همین رنج 700 750 650 دیگه کمترین قیمت‌هایی بود که میشد تو شهر ما پیدا کرد. 500 550 تا هم بود که خیلی دیگه سطحش پایین، یعنی خیلی ناجور، یعنی ناجور که نمیشه گفت ولی اصلا چیز جالبی نبودش. ولی بعضی از دوستای دانشگاه هم کلاسی ها خونه 550 تایی هم گرفتن. دومین هزینه که شما دارین و حتما باید به صورت اجباری پرداختش بکنین بحث بیمه است. بحث بیمه برای بچه‌ای که بخوام بیمه دولتی داشته باشن 110 یورو برای حالا یه نفر، حتی اگه متأهلی هم باشین فرقی نمیکنه چون خانواده‌تون میتونن بیان تحت پوشش شما، 110 یورو اگه سنتون زیر 30 سال باشه. ولی من چون تقریبا چند ماهی هست که رفتم بالای 30 سال، الان دارم 210 یورو میدم که خب خیلی هم زیاده. میتونیم بیمه خصوصی هم داشته باشیم که 40 یوروه برای بچه‌ای که بالای 30 سالن، 40 یورو 45 یورو بیمه خصوصی مختلفی وجود داره، ولی خب ما فعلا با بیمه دولتی داریم پیش میریم که 210 یوروه، خیلی هم هزینه زیادیه.
بنابراین تقریبا ما ماهانه 1000 یورو هزینه های ثابتمونه، یعنی اجاره و بیمه که 1000 یورو میشه، حالا سیم کارت و اینجور چیزا، پول تلویزیون و اینا همه رو هم دیگه میشه 1000 یورو هزینه. اما به غیر از این هزینه های ثابت، بحث بعدی بحث خریدای سوپرمارکتی و گروشری هستش که خب خیلی به نظر من نمیتونه متفاوت باشه، چون اون رنج تفاوتش خیلی کمه. یعنی مثلا شما اگه یه نفر باشین، الان هم که تورم شد و همه چیز حداقل 20% 25% رفته بالا نسبت به پارسال که ما اومدیم، تقریبا به ازای هر نفر فکر کنم یه حداقلش 150 تا باشه، و به نظرم یه مقدار بخواید چیزهای بهتری بگیرین و همه چیز میزای مثلا چون برای نهار و شام همه چی بگیرین، میوه و تنقلات و همه چی رو بگیرین، 200 تا 220 تا میشه. یعنی حداقل به نظر من و به نظر ما خیلی نمیصرفید که تو این بخش صرفه جویی کنیم. برای همین هزینه ما تقریبا برای گروشریمون 450 تا میشه، حالا بعضی وقتا 400 تا، بعضی وقتا 500 تا، 550 تا هم رفته، ولی میانگین یک سال گذشتهمون شده 450 تا. 450 تا همه چیز توش بوده و هیچ گونه صرفه‌جویی تو این بخش حداقل صورت نگرفته. برای همین مثلا پروتئینی بخواید بگیرین، مرغ و ماهی و میگو و هر مدل غذایی که خودتون فکر کنین، تنقلات، بس اصلا همه چیز با هم دیگه. برای همین فکر نمی‌کنم وقتی که ما حتی بریم سر کار فول تایممون خیلی تو این بخش از اینامون تغییر کنه، چون میگم خیلی نرمال و اصلا شبیه یک دانشجو حداقل ما هزینه نمی‌کنیم. اگه بخواین دانشجویی طور برخورد کنین، یعنی همه چیزو خیلی کف کف در نظر بگیرین و از خیلی چیزا بزنین برای متأهلی، تقریبا میتونید با 350 یورو فکر میکنم حالا جمعش کنین، ولی فکر نمیکنم دیگه 350 تا پایین تر بیاد. اینم از این بخش. بنابراین تا الان شدش 1450 یورو. اما از اینها فقط به این بخشای اجباری خلاصه نمیشه، خیلی چیزا هستش که خیلی خرجهای دیگه هم پیش میادش اینجا. لباسی که میخرین، رستورانی که میرین، همه اینا که حالا بعضی وقتا میگین نه ما این خرجها رو میذاریم کنار، اصلا اینا رو هزینه نمیکنیم، همون اجباری ها رو فعلا بریم، فکر نمیکنم بشه همچین اتفاقی بیفته. برای همین من حداقل حساب کردم توی این یک سال گذشته ما حدودا 150 یورو تا 250 یورو معمولا ماهانه هزینه های اضافه داشتیم. یه بار 100 یورو لباس گرفتیم، یه بار لپتاپ گرفتیم، یه بار خیلی چیزای دیگه. یعنی خیلی چون اینجا بعضی وقتا یه سری آفا میزنن که خیلی آفای جذابیه و اصلا هم مثل ایران نیست که مثلا یه قیمت 10000 تومانی بشه بذارم 20000 تومان بعد همیشه جنس 50% آف داره، اینجوری نیستش. مثلا یه سری مارکای و برندای خیلی مطرح تو حالا وسایل مختلف، مثلا چند یه بار می‌خوای سشوار بخری، می‌بینی یه سشواری که مثلا 300 یورو بوده حالا شده 70 یورو، بعد یه برند خیلی معروف، خب خیلی وسوسه میشین که بخری. برای همین به نظرم اینو حتما تو هزینه هاتون بیارین. سه تا سفر تو آلمان یعنی دو تا سفر تو آلمان رفتیم، یکیش قلعه شوانشتاین بود که ویدیوشو گذاشتم تو کانال. اخیرا رفتیم غرب آلمان، سه چهار تا شهر، سه چهار روز حداقل بودیم اونجا، کلن و دوسلدورف و فرانکفورت و نورنبرگ و چهار پنج تا شهر رو رفتیم که تقریبا سه روز یا چهار روز سفرمون طول کشید. یه سفر وین رفتیم. یعنی اینا چیزاییه که خب بالاخره اومدین اینجا که اینجا چیزا رو هم تجربه کنین و خیلی سخته که بخواین همه اینا رو بذارین کنار. از طرف دیگه خرجای اضافی که میتونم حالا ما حداقل داشتیم، بحث رستوران رفتن بود. ما حداقل فکر کنم ماهی دو تا سه بار بیرون غذا خوردیم، اینم عد میشه. خیلی وقتا با دوستان اینجا مثلا برنامه میذاریم بیرون، بعد اونجا میریم مثلا یه کافه میشینی یه چیزی میخوری. اینا همه هزینه‌هایی که وقتی در نظرش نمیگیریم میان اینجا حساب کتابتون به هم میریزه، چون نمیشه از خیلیاش گذشت. برای همین حدوداً به صورت میانگین هزینه‌ای که ما اینجا داشتیم 1650 یورو هزینه‌ای بود که ما میانگین کل سال چیا رو میشد کمترش کرد. خونه میتونستیم خونه ارزونتری بگیریم، یعنی حداقل میتونستیم ماهی 150 یورو فکر میکنم تو خونه صرفه‌جویی کنیم. مثلا یه خونه 600 یورویی یا 634 یورویی میشد گرفت. تو این بخش میتونستیم یکم کمتر هزینه کنیم. اون بخش ما به تفاوت که گفتم ماهی 150 تا 200 یورو بود میشد یکم کمتر هزینه کرد. بنابراین اگه یه مقدار صرفه‌جویی کنین، این 1700 یورو، این 1650 یورو و البته 100 یورو هم ما بیمه داریم اضافه میدیم که شاید شما ندین، شاید شما بیمه 40 یورویی بدین، شاید اصلا زیر 30 سال بشین 100 یورو بدین. بنابراین اگه یکم صرفه‌جویی کنین و یه مقدار بهتر هزینه کنین، شاید بتونین برای دو نفر ماهی 1500 یورو مثلا 1450 یورو هزینه هاتون بشه. ولی واقعا دیگه فکر نمی‌کنم کمتر از 1400 یورو 1450 یورو بتونین هزینه کنین. اگرم یه نفر هستین
تقریبا حالا اگه بتونین خونه مناسبی پیدا کنین و بیمه‌تون هم مناسب باشه زیر 700 تا دیگه معمولا هزینه‌تون نمیشه. حالا اینو من به بچه‌هایی که اینجا هستن و مجردن و تنها زندگی می‌کنن پرسیدم، تقریبا رو 700 تا 800 تا هن. یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه اینه که هم من هم همه دوستام که دارم بهتون میگم سر کار میرن اینجا. وقتی شما سر کار میرین اینجا خب خیلی هزینه‌ها رو دیگه یکم راحت‌تر می‌کنین، چه تو بحث خونه گرفتن، چه تو بحث هزینه‌های سوپرمارکت، چه هر چیز دیگه‌ای. اگه سر کار نرین معمولا سعی میکنین که این خرجا رو خیلی بیارین پایین‌تر، چون بالاخره ریال آوردین، ریال رو دارین به یورو خرج میکنین، از لحاظ روانی خیلی خیلی سعی میکنین که صرفه‌جویی کنین. ولی وقتی اینجا کار میکنین یه مقداری راحت‌تر خرج میکنین، برای همین شاید یه مقدار هزینه‌های ما این هم شده هزینه‌های زندگی ما تو آلمان. اگه حالا می‌خوایم ببینیم که درآمد یک دانشجو کفاف میده که این هزینه‌ها رو بده، یعنی میتونیم با کار دانشجویی اینا رو پوشش بدین یا نه، من راجع به کار دانشجویی و کار چند تا ویدیو گذاشتم، میتونیم اونجا رو ببینیم که درآمدها چقدره و حالا این برام حساب کنیم که هزینه‌ها چقدره و ببینیم که میشه اینا رو حالا تقریبا با کار دانشجویی پوششش داد یا نه، نیازه که اون پولی که از ایران آوردین هم هزینه کنین. اینم از هزینه یه ما زندگی کردن ما تو آلمان. امیدوارم که بهتون کمک کنه اگه میخواین بیاین آلمان مهاجرت کنین یه دیدی داشته باشین که چقدر اینجا هزینه‌تونه. اگرم نه که حداقل یه سنسی حالا نمیخواین بیاین آلمان یه سنسی داشته باشین که اینجا معمولا چقدر زندگی کردن به صورت دانشجویی هزینه داره. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. تا یه ویدیو دیگه ارادت خدا نگهدارتون.